اشتراکی هر نفر باید موقعی انفرادی شخصی شهروندی خود رو در قبال همین حادثه افغانستان بگیرد. همه در سیاست خیلی روز نمیدوخید، همه انتظار هست که چی بشه امریکا چی بگه، روسیه چی میگه. نه نه امریکا چیزی بگه نمیگه، باز مردم ملت فهمید شما چی میگه. ما در این چیز فکر ما آدم اینا آگه تو آخه سیاست هیچ بخره این روز همه بگرده نمیگه که بگه همه مرتی چه سیاست میگه با میسل بیوه یلا بای بخیر آیا دیر شد بیا و میتیم بانو کشکر آفیر حاجیکیت، مرقه توجیکی را باید دست نگیم کی خیلی شرایط میشود، چی دار میشود، کی دارو با میکنند، کی مغلوب میشود لگه ما فیلم میکنم که مواقع پنشری را باید از دست نگیم ما همه مواقع در ایستادگی پارکل اون وقت وقتی چی میشود اینجا سخن سر اون میرود که اگر تمام دنیا هم بر ضد ما باشد ما باید مواقع احواز نقطه نظری حفظی منافع ملت تاجیک در افغانستان، در تاجیکستان و در قاره آسیای میانه باید حفظ کنیم. چون که ما همه میدانیم این روز طالبان جامعه خود را به دیگر نو پوشیدن، اما اونها از همون مغزی فاشیزم پشتونی تا هنوز بیرون نرفتن و هیچ وقت بیرون نمیروند. ضمناً هر تاجیکی هست باید موقع شهروندی خود، ما نمیگیم که حکومتی ما چی موقع دارد، حکومت روسیه چی موقع دارد، چین چی موقع دارد، ما موقع شهروندی مون همین است که ما همه باید معنن و لازم شود جسمان در پهلوی احمد مسعود باشد. این روز این قرضی فرزندی ماست، ما فرزند یک ملت همه ما تاجیک هستیم و ما نمیگذاریم که تاجیکان افغانستان خوار شوند. ما موقع خود را در انامین پوزیسیا میبینیم و گازت SSR تا اون روزی که هست نوابسته با اونی که حکومت ها چی تصمیم میگیرند گازت مردمی SSR در پهلوی احمد مسعود است، در پهلوی مقاومت پنشیر است، در پهلوی تاجیکان است. این موقع شهروندی بود، میخوان این رو نمیخوان این موقع. یک نفر از دوستای افغانستانی ما که مقیم تاجیکستان هستن و سیاستمدار هم هستن و من زنگ زدن و بیرون رفتم صحبت کردم، از ما میپرسن که من نمیفهمم برای چی اهلی فرهنگ روزنامه‌نگارا عموما اهلی فرهنگ تاجیکستان نسبت قسمت افغانستان و دیسایی که در افغانستان میگذره قدر بی‌طرفن. میگو چه بهتره ما موضوع همه سو هر موضوعی صحبت مونده تو سر دسترخون که می نشینه با خانواده دیگه موضوع افغانستان است. ولی ما فکر میکنم مشکل سر یم خط است که ما خدر چیزایی که می نویسیم در صحیفمون مطلبای درج میکنیم اونا خط سیریلیک نمیفهمن و فکر میکنن به طرفه. ولی یک جلسه ای که مثلا در یک کارگاه میگذره حتی موضوع افغانستان بیرون نیست و از موقعش در همین قبول گفتن که متاسفانه اکثریت منتظر چیزی هستن. سادی؟ گفتم که منتظر نگه کسی از جای دستور دیاد سپوریش دیاد بعد سپوریش اجرا کرده موقع شهروندی خودش رو بگیرد. من فکر میکنم که ما توجیک هستیم پیش از همه پیش از مسلمانی ما توجیک هستیم. بله بعد مسلمان ما توجیکی مسلمان. بله ما توجیکی مسلمان. بله توجیک بودن افتخار بزرگ است. توجیک زمانی بود که افغانستان امروز، تاجیکستان امروز، ازبکستان امروز، خراسان اون طرف خراسان بزرگ تا مثلا ایران تمام مردم خودشون تاجیک میگن. در ایران مردم شیراز، مردم مازندران، امروز مردم مازندران با لهجه همین تاجیکی ما حرف میزنن. و فکر میکنم که همین یک بدنی زبان این اهمیت کلان دارد و اونهایی که به خاطر مذهب شده این روز همزبانی نگفته ایستادن من در نظر دارم آخوندهای ایران هم و این بسیار باعثی تأسف است که این پراکندگی ما را نشان میدهد و در لحظه های بسیار حساس این را نشان دادن که با ما نیستند، با تاجیکان نیستند. برای این بسیار باعث تأسف است و ما در موقع خود میستیم و همین موقع ما موقع پنشهری است. بگذار
اونها با چی قرار میان در اون حکومت داری دوازدهگانه او راضی میشه یا نمیشه کاری اونها از در حکومتی مثلا افغانستان از توجیکان کی را میگیره نمیگیره این موقع اونها کاری اونها است لیکن ما هیچ گوه در هیچ وجه در هیچ وضعیت باید که توجیک بودن خدمان رو فراموش نکنیم بله بعد او برادر افغانستانی که باز زنگ زد بعد یک در ادامه صحبت چه یک چی گفت که یک خبری خوش شنیدم که 1,500 جوان مردای کلوب برخواستن از جا و آماده هستن که به افغانستان بیرون دفاع بکنن از هویت تاجیکیت یعنی از تاجیکیت خودشان بله بله امروز سر و صدا زیاد است و بر ریدکسی ما هم زنگ هم میزنن که 1,200 جوان مرد کلوبی امروز تنها همین روز آماده هستن که افغانستان آمد و در پهلوی شیربچه پنشیر باشد. البته این گیوپالیتیک است. ما سرباز فرستاده نمیتونیم. اونها مرز و بومی خود را دارند. اما دشمنهای ملت تاجیک بدانند که در هر صورت تاجیک ملتی هست که ما محلگرای محلچی اختلافات های حتی مذهبی و روحی و روانی و محلی و دیاری داریم. اما در صورت لازمه تمام تاجیکان از یک لباس سر می برونند. ما یک مشت می شود یک مشت می برد. بر نمی باید در صحیفه تنهایی صدا از هیچ دست لال گویا می شود گر ترجمان پیدا شود. یعنی که ما دو دست هستیم از دو سوی مرز و هیچ وقت نمی گذاریم که همزبانان ما، هم مذهبان ما، هم فرهنگان ما یعنی که ملت تاجیک در این طرف یا اون طرف خواهر ازاد کنند. یعنی تاجیکستان را خانه امید همه تاجیکان نگفتند. ما خانه امید تاجیکان هستیم. ما با اون پیشنهاد هایی که میشوند که گویا و مردم را ما این طرف گذارونده و کابل دویوم بسازیم و سیوم بسازیم هیچ وقت راضی بودن نمیتوانیم. چون که این تاجیکان را به طرف مرز دیگر گذاروندن یا که به اروپا گریزوندن یا که به آسیا میانه گذاروندن این انا همون شیوه کار و هدف نهایی طالبان است. اونا میخوان افغانستان رو از تاجیکان پاک کاری کنند. این همون میدونه. برای همه این پیشنهادهایی که از سوی ژورنالیستان استراتژی ما میشوند که ما در اینجا کابل دیوم سازیم این خام است. برعکس ما باید کاری که از دستمون میآید بکنیم که تاجیکان در وطن خود در مرز و بوم خود در افغانستان در بلخ در پنشیر، در کابل، در تخار، اونها باید خانه های خود رو، وطن خود رو حفظ کنند. این کمالیت بی‌ادبی سیاسی است اونها رو از اونجا بدر کردن و سرزمین تاجیکان رو به دست قوم طالب پشتو سپاریدن. هیچ وقت این کار نمی‌شود و اون تاجیکان بناموسی که هم در افغانستان هستن هیچ وقت ترک وطن نمی‌کنند. در صورت غالب شدن یک اولین کار اقدام نکوی که می‌گیرن حتما باید که اسم کشور افغانستان تغییر بیابد. حتما یا خراسان شود یا اوریانا شود برای که خیلی کلمه افغانستان بسیار بسیار چی میتن شانسای بسیار قوی میتن برای پشتویو. ما چند روزه صحبت میکنم با دوستایی که اومدن پشتو زبان هم هستن افغانستان میگه خیلی کلمه افغانستان این اثباتی هست که سرزمین ما هست میگه و همین خاطر بهتر است که به نام قدیمه شون برگردن یعنی خراسان شود. خراسان بهتر است. سلامت باشد. اما خود این جلسه نوبتی گزته مردمی سر بود که این شماره رو بررسی کردیم و سپارش های دیگر برای شماره های دیگر اهل کلکتیوی کار گرفت و من امیدوارم که از بوده سپارش ها میبرد چون که من دایما میگم که ژورنالیستیکا از همه کسبی بدترین است. همین شماره رو برآوردیم تمام زحمت ها و مثلا مود رفت ارخیب شد تاریخ شد و اکنون باید تلاش کرد که شماره نوبتی هم خوب براید. تمامی زحمت های کردیم که جای اول گرفتن جای اول که گرفت بعد واقعا امروز استاد عمر شیرخان با بهار نوزنی دادن برای مطلبش که برای مکتب های میونه و صنف یک بخشیده شده. آفرین مبارک باشه بهار. اما این معنای اون رو ندارد که بهار هفته دیگر مطلبی بد نمیفته سرزنش نمیگیره. سلامت باشه. سلامت.
زنده باشید. شما هم باشید.